خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از انتصاب رئیس جمهور ایران به عنوان فرمانده جنگ اقتصادی خواهیم گفت تا واکنش ها به روابط آمریکا و کره شمالی و ماجرای دستکاری در اعلام نتیجه نظرسنجی صدا و سیما. و در ادامه برنامه، این یه ازدواج 50 ساله واقعیه، اون یه هوسی شب است. تختگاز، باغ‌های بهشت و جهنم ابرقدرت‌ها در برنامه‌های دوبله شده جدید بی بی سی فارسی. سلام آقای بهنود. عکسی هم که از آقای موسوی و خانم رهنورد منتشر شد در اوایل هفته خیلی واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشت. سلام. بله دیگه، در فضای مجازی به خصوص خیلی برای تو به روزنامه هم کشید، حالا بهش میپردازیم. در هفته گذشته از جمله خبرهایی هم که اتفاق افتاد که در روزنامه ها هم این تأثیر بود، مسئله در گذشته شما میخواستید بگید خشایار الوند بود که خیلی هم سنی نداشتن، خیلی جوان، جوانترین برادر الوند ها، به خصوص که این در فضایی که کمتر شادمانی هست، کارشناس ساختن سریال های شاد بود و هنوز خاطره شب های برره و نویسنده بسیار خلاقی در زمینه طنز بودن. حالا میگن که یکی از خلاق ترین الوند ها بودن. حالا الوند ها برای درباشون با هم حل کنن، ولی به حال برای کل این پایتخت آخریه بلا تکلیف مونده. بله، میخواین بریم سراغ روزنامه ها، شروع کنیم با روزنامه اعتماد. ببینید، ماجرای خواستگاری و بعد طلاق و بعد حالا جدایی و هرچی که اسمش هست بین آقای ترامپ و آقای کیم که در این دومین دیدار دیگه یه ذره تلخ شد، این دو تا نگاه توی ایران تو روزنامه ها داشته. یه نگاهی که کیهان، جوان، روزنامه های اصولگرا یا تندرو داشتن، یه نگاهی هم روزنامه های اصلاح طلب. اون طرف نگاهش این بوده است که ببینید چه کیم چه شهامتی کرد و راه درست انتخاب کرد، گفت یا همه تحریما رو برمی‌دارید یا اصلا هیچ مذاکره‌ای نمی‌کنم و بس. یه طعنه است به دولت و سیاست خارجی دولت آقای روحانی که میگوید که اینطوری باید عمل کرد. حالا جای هزار بحث گفتگو هم باقی می‌ذاره. اما روزنامه‌های شبیه اعتماد و روزنامه‌های اصلاح طلب نگاه دیگه‌ای دارن، از جمله اینکه به یاد میارن که اصولاً توافق کار ساده‌ای نیست و زمان‌بره و زمان‌بر است و در حقیقت پشت این سطری که شما دارید می‌بینید یادآوری این است که کار مهم می‌شد سر برجام. بله، بریم سراغ روزنامه هفته صبح. توجه دارید که این سه موج غول پیکر در فضای مجازی اشاره است از جمله به اون چیزی که شما گفته، یعنی سه تا ماجرا رو نقل میکنه. بگی شما. بله، سه تا چیز. یه کاری که میکنه برام عجیبه اینه که سه تا ماجرا که هر کدوم برای خودشون یک داستان بزرگی میتونن باشن، همه رو با هم خلاصه کرده. یکی همین پست اینستاگرامی آقای آذر جهرمی وزیر ارتباطات که اشاره میکنه که در اون رای گیری که جشنواره جام جم برگزار کرد برای انتخاب بهترین برنامه صدا و سیما دستکاری شده و مثل اینکه تا آخرین لحظه ها قرار بوده برنامه 90 به مجریگری آقای عادل فردوسی پور اول باشه، ولی در ساعت آخرش اینطوری میشه که برنامه‌ای که آقای محمد رضا گلزار مجریش هستند در واقع جزء محبوب ترین شده به نام برنده باشه. دستکاری شده و در مورد علتش هم با هم دیگه حالا یه حرف و گفتگوی دارن. نکته چیزی که هست که حالا یه گزارشی داره داخلش، وزیر ارتباطات میگه که این دستکاری رو صدا و سیما کرده، صدا و سیما میگه که در واقع به رسمیت شناخته که دستکاری شده، ولی میگه که تو شرکت‌های بوده که در ارتباط با وزارت در قسمت هاردوریش بوده و وزارت ارتباطات هم سیترش هم هست، کی بود من نبودم. دومی ماجرا هم بگین چی بود؟ دومی ماجرا مستندیه که از افشاگری در مورد کارهای روحالا زم هست که گویا مستند خیلی مفصلی صدا و سیما درست کرده علیهشون که حالا یه سری از چهرهای سیاسی اپوزیسیون دیگه هم
بهشون پرداخته شده که میگه در حالی که اون خودش حالا میتونه یک بمب خبری باشه، عکسی از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنان فیلمی که داره نشون میده اونها در حال نماز خوندن هستن و اون در واقع چیزی شد که تمام این خبرها رو تحت شعاع از سه تا موج توی دنیای مجازی می که با این توضیح که اون فیلمی که به عنوان نام امپراتوری دروغ یا چی ساخته بودن تو لحظات اول یه ذره حالت شوک وارد کرد و چون این فواصل دیده شد، اما کم کم که آدمایی که اهلش هم بود زبانشون باز شد و صدا کردن اون از اون گرمی افتاد. غیر از این که اون فیلم آقای میرحسین موسوی اومدش، این بودش که جماعت فهمیدن که این مجموعه اصولا ترکیبی است از یک سری فیلم‌های سینمایی، فیلم‌های خیابان و اینا و روش صداهایی که میگوید که فلان کس با گارد و نیروی مسلح و ضد مسلح، اینا دیگه خیاله. بله. اینها رو میگه به خاطر اینکه اون فیلمی رو که داره که تو واتساپ ظاهراً گرفته شده که یه نفر مأمور اطلاعاتی صحبت میکنه با آقای زم که اینا اسمش هم عوض میکنن به خاطر اینکه شباهت اسمش به بنیانگذار جمهوری اسلامی رو ندیده بگیرند، بنابراین رولای زم رو همه برنامه گفتن نیما. بله. زم. بریم روزنامه بعدی ستاره صبح رو ببینیم. خب ستاره صبح حادثه‌ای که اتفاق افتاد، یعنی اینکه بانک مرکزی اعلام کرد که چند تا مؤسسه اعتباری و بانک مثل بانک انصار یا مهر اقتصاد یا قوامین اینها در هم ادغام میشن، که شاید بشه گفت درستش این هستش که در بانک سپه اقدام میشن. این تیتر در حقیقت داره جواب یه حرفی رو میده و اون این که میگوید که این حرکت یعنی خروج نظامیان از بانکداری. خیلی قبول نداره این حرفو و معتقدن که اتفاق نیفتاده، یه تغییر ساختار اداری است و بانک مرکزی هم اعلام کرده همه سر جاشونن و همه کارمنده. اشاره ای هم میکنه به این بانک هایی که در واقع میگه بعد از انقلاب تمام بانک ها ملی شدن و بعد از اواخر دولت آقای خاتمی شروع شد یه سری صندوق های قرض الحسنه که اومدن و بانک شدن، به خصوص این دیگه در دوره آقای احمدی نژاد به اوج خودش رسید و اینا باعث بحران اقتصادی آشفتگی اقتصادی شدن. خب بریم روزنامه بعدی همشهری رو ببینیم. همینقدر سریع به شما بگم، خب همشهری روزنامه تهران دیگه، طبیعتا دو تا موضوع، یعنی انتقال پایتخت دوباره بحثی است که دوباره پیش آمده است و این کاسبی های ایدانه رو با این عکس خوش رنگ و روه و از حاجی فیروز آورده و در این حال اون جریانی که صحبتش کردین در مقدمه برنامه، دستکاری در نظرسنجی صدا و سیما، اونم به خبر اصلیش. روزنامه ایران رو ببینیم، روزنامه دولت با سرمقاله از آقای غنی نژاد. من برای اینکه خیلی طولانی نشه این فصل از برنامه، هم از یک توت موضوعش بگذرم. یکی اینکه این عکسی که دارید میبینید مربوط است به اینکه رئیس جمهور رفتش و این تیکه مهمی از خط سراسری رو چون رفته افتا کرده، توی افتتاحش اون حرفی که شما اول برنامه درباره اهمیتش صحبت کردین یا گفته است، تو سخنرانی که برای لایجانیار میکرد گفتش که آقای خامنه ای دستور دادند یا تأکید کردند، حالا این جملهش نیست، که رئیس جمهور فرمانده جنگ اقتصادی است. همین موضوع آقای غنی نژاد گرفته تو سرمقاله روزنامه، مقاله بسیار قرص و محکم خوبی است مثل بقیه نوشته آقای غنی نژاد، که ولی به طور خلاصه میگوید که اصلا اصولا جنگ اقتصادی مبنای علمی نداره، به دلیل اینکه اقتصاد اصولا داد و گرفت رضایت طرفین نیست و جنگ توش معنی نداره، ولی الان شرایط طوری شده که این تحریم رو بهش میگیم جنگ اقتصادی. خیلی خوب، بعد ازش نتیجه میگیره، میگه حالا قراری که کسی فرمانده باشه تو جنگ چیکار میکنیم؟ تو کسی که فرمانده میشه چند نفر سپهبد و سرلشکر رو اینا دور و برش داره که میشن گارد به اصطلاح اداره این جنگ که وزاره هیئت دولت و اینا باید باشن و البته بخش خصوصی و البته امکانات کل کشور، بعدم یه پیاده سربازا و پیاده نظام داره. الان اگه ایشون فرمانده هستش، همین اول کار این AFDF رو که این همه جز و جلا میزنه اینو براش آزاد کنی که فرمانده بتونه کارشو بکنه. خلاصه حرف آقای غنی نژاد اینه. ممنون آقای بهنود، برمیگردیم دوباره و اما تا لحظات دیگر بهرنگ تاجدین اینجا در استودیوس تا از تازه ترین برنامه های دوبله شده در BBC فارسی به ما بگه. مثل تیم ملی انگلیس که بالاخره جام جهانی رو میبره، روزی که همه آرزوشو دارن
ولی ته دلشون هیچ وقت باور نمیکنن اتفاق بیفته. روری چی کار داری میکنی؟ وقتی میگیم باغ بهشتی در واقع به دو چیز اشاره میکنیم. یکی باغ باستانی ایرانی و دوم مفهوم باغ رو که باید همه عناصر بهشت رو داشته باشه. در آوریل 1839 ارتش هند بریتانیا وارد کابل شد، اما ارتشی که با غرور وارد شهر شده بود نمیدانست چه سرنوشت شومی در انتظارش است. سلام بهرنگ، سه تا موضوع کاملا متفاوت، ولی بریم سراغ تختگاز با موضوع جدید. دقیقا، این اولین فصل مجموعه تختگازه که مطلوبلان مجری اصلیه و کریس هریس و روری رید دوتا مجری فرعی. خب چه تفاوتی داره با اون مجری قبلی مثل کلارکسون و هموند و می؟ ببین درست سه تا مجری هن از این جهت شبیه قبلیه، ولی اینا کاملا سه تا شخصیت متفاوتن و برنامه هم بیشتر به ماشین برمیگرده. در مورد ماجراجویی های احمقانه و بچگانه یه سه تا مرد میان سال نیست، یه خورده دوباره برگشته به بحث ماشین، ولی اینا همشون همچنان شوخی های خودشون رو دارن. دیوونه باز اولشه، باید ببینیم. آره ببین، بذار یه تیکر رو ببینیم. یه جایی تهیه کننده های برنامه به مت و کریس گفتن که برید دوتا ابر خودرو یا سوپر ماشین با سقف باز رو انتخاب کنید، میخواییم ببینیم یه خورده امتحان کنیم. این جاییه که اینا دارن این ماشین ها رو معرفی میکنن. من چی بود؟ لامبورگینی هوریکن اسپایدر با موتور V10 52 لیتری و قدرت 610 اسب بخار که زیر زرق و برق خالص ایتالیایی پنهان شده. من روی پورش 911 توربوی اس خودم شرط بستم. درسته که موتور 6 سیلندر خطی 3.8 لیتریه، ولی باور کنین توی دنیای واقعی این سریع‌ترین ماشینیه که میشه خرید. صبر کن. این آزمون سوپرماشینه، مگه مقرراتو نشدیدی؟ گفتن سوپرماشین بیارین. 0 تا 100 زیر 3 ثانیه، حد اکثر سرعت بیشتر از 320 کیلومتر در ساعت، کجاش سوپرماشین نیست؟ آره ولی 911 عقبه صندلی داره. ماشین اسپورته، سوء تفاهم نشه، من عاشق 911 هم، ماشین عالیه ولی سوپرماشین نیست. دو کلمه هم بشنوید از کسی که لامبورگینی FA رو انتخاب کرده. یعنی چه افه ای؟ منظورت چیه؟ منظورم اینه که این ماشین برای راننده یه که از رانندگی خوشش نمیاد، فقط افه براش مهمه. نه، نگاش کن. به هر حال گفتن ماشین آبی نیارین و لباس آبی هم نپوشید. آخه چقدر مطلوبلان پیر شده بود بابا، سالها گذشته. من آخه میدونی چند وقت پیش دوباره فرند رو داشتم میدیدم. آره دقت کن، سریال مال بیشتر از 20 سال پیشه. چند تا نکته هست. یکی اینکه مطلوبلان فقط به خاطر اینکه بازیگر معروفیه مجری تختگاز نیست، این واقعا عشق ماشینه، دست فرمونش هم خوبه و اینها. برنامه پر از شوخی و کلکلای بین اینها و اصلا خسته کننده نیست. از این جهت این ماشینا رو برمی‌دارن میرن طبق معمول پر از آزمایشای مثلا قابل قبول و یه سری آزمایشای عجیب غریب و مسخره. یه تیکه اگه دیده باشید بود که کریس داشتش قرمون صدقه یا آلفا رومئو میرفت و یه دفعه روری اون پشت تو این در واقع کادر دوربینش برداشت یه چیزی آورد و گفتش که حالا اگه مردی این کارو بکن. این چیزاش خیلی خوب در اومده. به نظر من این سه تا مجری خیلی خوب با هم دیگه جور شدن و این یکی از بهترین فصلهای تختگازیه که من دیدم. خب خیلی عالی. علاقه مندان به برنامه تختگاز، مجموعه تختگاز، میتونن چهارشنبه 9 فروردین ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل، 9:30 شب دوشنبه این مجموعه رو ببینن. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید، اولین قسمت فصل جدید مجموعه تختگاز و قسمت‌های بعدی رو هم هفته‌های بعد در همین روز و ساعت پخش میشه میتونید ببینید. خب بریم سراغ مجموعه بعدی، باغ‌های بهشتی. ببین باغ بهشتی یه بخشی از معماری اسلامیه، یه جور باغیه که شما معمولا وسطش یه حوضی، استخری، چیزی دارید و یه سری نهر یا جویی دارید که به طرف‌های مختلف میره. توی این مجموعه مجری میره اول از اسپانیا شروع میکنه. فکر میکنم خودت هم تو اسپانیا یه همچین، ببین اصلا شاهکار بود. من مالاگا رفته بودم، یکی از همین کاخ‌ها و باغ‌های اسلامی، اصلا بی‌نظیر، واقعا مثل بهشت بود.
آره دقیقاً، میره از اسپانیا شروع میکنه، یکی دو تا از باغا رو تو اسپانیا میبینه، بعد ریشه اینا برمیگرده به مراکش، میره مراکش اونجا هم یه مقداری بیشتر میبینه و بعد میاد ایران. نکته جالب اینه که توی ایران به ما توضیح میده که این باغ‌ها و این نوع معماری مال دوره اسلام نیست، مال قبلشه. حفاری‌های دهه 1960 نشون داد که در قلب این مجموعه یک باغ بوده. دورادور این باغ بیشتر از 1 کیلومتر جوی‌های سنگی بوده که در حوض‌های چهارگوشی به هم می‌رسیدند و آب همه این جوی‌ها از حوض مرکزی تأمین می‌شد. خود باغ به 4 بخش مساوی تقسیم شده بود. این 4 باغ بود. باغ 4 بخشی ایرانی. در این دوره پیش از اسلام، 4 بخش باغ نماد عناصر اصلی دین ایران باستان، دین زرتشتی بودند: آتش، آب، خاک، باد. این مربوط به 1000 سال پیش از حمله عرب است. ولی سنگ بنای باغ‌های اسلامی آینده شد. این قدیمی ترین باغ بهشتی باقی مانده در دنیاست. یعنی خیلی از این باغ‌هایی رو که ما می‌بینیم مال دوران اسلامی توی اروپا، در واقع ایده اولیه‌اش از دوران باستان ایران اومده. از کوروشه دقیقاً. این خشک‌ترین قسمت کل مستند بود. بیشترش تو باغ می‌گذره، سرسبز، تو ایران کاشان میره، اصفهان میره، شیراز میره، بعد از هند تا اسپانیا تو این 2 قسمت میبینیم که این باغ‌ها وجود دارن. من توی یه روز سرد ابری تا زمستونی این مستعد رو نگاه میکردم و این رنگا و این توصیفش از فضا و اینا قشنگ مفرح ذات بود. متوجه شده چرا من میگم هوای گرم بهتره؟ خب علاقه‌مندان میتونن اولین قسمت باغ‌های بهشتی رو 3 شنبه 28 اسفند ساعت 9 شب به وقت تهران، 10 شب کابل، 10:30 شب دوشنبه ببینن و تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید. قسمت بعد رو هم میتونید هفته بعد در همین روز و ساعت ببینید. خب بریم سراغ افغانستان. این مجموعه 2 قسمتی مستند افغانستان بازی بزرگ، مستندیه که موقعی که ساخته شد برنده جایزه بفتا هم شده. ببین تو 200 سال گذشته 3 تا ابرقدرت به افغانستان حمله کردن. تو قرن 19 چند سری امپراتوری بریتانیا به افغانستان لشکرکشی میکنه، تو اواخر قرن 20 شوروی رو داریم و تو اوایل قرن 21 آمریکا و متحدانش، و به نوعی کم و بیش همه اینها هم شکست خوردن. این مستند میاد توضیح این قصه اینا رو تعریف میکنه که چرا این ابرقدرت ها میرن افغانستان و چرا شکست میخورن. آدمی هم که هم اجرا کرده هم این رو نوشته روری استوارت که الان معاون وزیر دادگستری بریتانیاست، چند تا پست دولتی دیگه هم داشته و بعد از سقوط حکومت صدام یه مدتی معاون فرماندار عراق هم بود. در نتیجه آدمیه که از نزدیک به این داستان‌ها آشناست و در جریان بوده. یه جایش مثلا میگه که تو اولین لشکرکشی بریتانیا بعد از قیام مردمی، نیروهای بریتانیا تصمیم میگیرن که از کابل عقب نشینی کنن و برن به سمت جلال آباد، ولی این اتفاق میفته. به دره خورد کابل رسیدن، 2 شب و بدون سرپناه در برفی به عمق تقریباً 1 متر گذرونده بودن. در حالی که دمای هوا 15 درجه زیر صفر بود و صبح که بیدار می شدن، اجساد یخزده همراهانشون رو می دیدن. خسته و از پا افتاده به این دره رسیدن، گرسنه، یخزده، بدون آذوقه، در حالی که هنوز 130 کیلومتر از راه مونده بود و در همین نقطه بود که حمله شروع شد. پشت صخره افغان‌ها با تفنگشون آماده بودن و با نشونگیری دقیق یکی یک 3000 نفر رو که از در رو عبور می کردن به ضرب گلوله از پا در آوردن. وقتی بریتانیایی‌ها به انتهای در رسیدن، 90% کشته شده بودن. مملکتی افغانستان هم
خب اولین قسمت افغانستان بازی بزرگ رو میتونید دوشنبه 5 فروردین ساعت 9 شب به وقت تهران و کابل 9:30 شب دوشنبه ببینید. تاریخ و ساعت بازپخشش رو هم که دارید میبینید. قسمت دوم این مستند رو هم میتونید یک هفته بعد در همین روز و ساعت ببینید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون در مورد این برنامه‌ها و بقیه برنامه‌های دوبله شده BBC فارسی رو حتما با ما در میان بذارید و ممنونم از همکارم بهرنگ تاج‌دین. آقای بهنود، بریم سراغ برگزیده ها عصر ایران که باز همین ماجرای دستکاری بله دیگه. حالا گرافیکش هم اون بحثی رو که کردیم راجع به دستکاری، گرافیکش هم میبینیم. بحث در سر این دوتا بزرگواره. روزنامه به عنوان حق و ناس کرده. حرفی که آقای آذر جهرومی بله میگه حق و ناس است و بنابراین با این تلفیقی هم که کرده از عکس آقای محمد رضای گلزار و عادل فردوسی پور داره نشون میده که به حال جابجایی منظورش چی بوده. آقای بهنود، مجله ها صدا رو آوردیم که عکس روی جلد داستان نشون میده که باز داستان آقای سلیمانی و ظریف هست در مورد استعفای آقای ظریف. اینجا هم محمد جواد روح سردبیر یه گزارشی رو ساخته، در مقدمش نوشته است که به هر حال الان باید بحث کرد که چرا استعفای وزیر امور خارجه همچنان در سطح کلان تحلیل میشه و چرا به ناهماهنگی یا حوادث درون دفتر آقای روحانی توجه نمیشه. یعنی چرا همه اینطوری میبیننش که انگار بحث سر مسئله بالاتری است. وقتی وارد مطلب میشیم چند تا چیز رو یادآوری میکنه که حالا مهم هست برای اینکه خلاصه گفته باشم. میگه گمانه اول هست که ناهماهنگی تو دفتر رئیس جمهوره، یعنی در حقیقت یه رقیبی تو خونه هست که هفته پیش هم یه مقدار اشاره کرد. اشاره شد. بعد حالا یه مورد دیگه‌اش این است که بر اساس حرفی که معاون آقای سلیمانی گفته است، معاون سپاه قدس، این بشار اسد مهمان سپاه قدس بوده و اونهایی که باید میدونستن میدونستن. پس بنابراین از این حرف اینطوری برمیاد که دولت بیگانه است یا دست کم آقای ظریف بیگانه است. وزارت خارجه نباید وزارت خارجه بیگانه است. خب این بحثا رو میذاره کنار هم. بعد این موضوع رو حالا شروع میکنه باز کردن که اصولا قانون اساسی همچی چیزی رو میگفت نمیگفت و اینا. بعد مصاحبه ای میکنه با آقای محسن امینزاده. آقای محسن امینزاده یادتونه که در دوره اصلاحات معاون وزارت خارجه بود و ایشون بعد، یعنی در شروع کار آقای احمدی نژاد، رفت از وزارت خارجه. حالا ایشون میگه که تیترش اینه: اشتباه ظریف، تغییر سلیمانی. بعد میگه که علت استعفای دکتر ظریف دخالت نهادهای غیر مسئول در سیاست خارجی است. آقای ظریف از ابتدای مسئولیتش در سال 92 با این مشکل بزرگ مواجه بود. این سفر بشار اسد اومد به داستان. البته دخالت‌ها در امور سیاست خارجی محدود به این مورد نیست. چنین وضعیتی تا این حد افراطی هرگز سابقه نداشته. به جرأت میشه گفتش که در سایر کشورهای جهان هم جز به صورت خیلی موقت موقع جنگ و مسائل نظامی همچین اتفاقی نمیافته. خب بریم سراغ مجله تجربه. خب تجربه که ماهنامه هنر ادبیات میدونید دیگه، دفعه پیشم گفتم، الان تبدیل شده به موضوع مهمی برای کسایی که اهل هنر و ادبیاتن. عکس آقای دکتر رفیعی رو دارید میبینید روی جل علی رفیعی. این برنارد آلبا که کار بسیار مشهور و جهانی لورکا هست، شاعر بزرگ و واقعا یکی از بزرگترین شاعرهای جهان، در حقیقت حرف مجله درسته، یک نمایش شعره، یعنی در حقیقت شعری اونجا، شعر سیالی میگذره و اینطور که از لابلای حرفایی که میگذره و مصاحبه‌ای که کردن با آقای رفیعی به این دلیل، در این حال یادتون باشه آقای رفیعی 80 سال شد، یک مصاحبه کردن که حمید فرازری که خودش کارگردان هست و از نسل جدید کارگردان هست و حسین پاکدل که میشناسید مدت رئیس تئاتر شهر بود و حالا که دیگه از فیلم ها هم بازی میکنه، چهره آشنای فیلم و تئاتر هم شده است، مصاحبه میکنن با آقای رفیعی. مصاحبه خیلی خوبیه، خیلی خوبه و من توصیه میکنم که هر کسی دستش میرسه بخونه. با زیغ وقتی که داریم متاسفانه فقط همین رو بگم که این حکایت هجران اون بخشی است تصنیف ساز وطن پرست درباره عارف به مناسبت سالگذشت عارف. بعد میرسه به بخش کتابها و این مصاحبه ای که با آرش تنهایی کرده. آرش تنهایی رو همیشه به عنوان
گرافیست و به عنوان کسی که پوسترهای معروفی اینجا دارید میبینید، اینا که از پایین این صفحه است، همه پوسترهای اوه و رو جلدای چلچراغ، به اون عنوان میشناسیمش. ولی تو سالهای اخیر به همون دلیلی میشناسیم که هفته پیش توضیح دادم، یعنی مجله آنگاه رو منتشر میکنه الان، مجله وزینی هم. بله که شماره 8 نشون دادیم. این مصاحبه، یعنی شرحی است که راجع به او نوشتن، هم از زاویه گرافیک هم مصاحبه باش کرده که حرفای خیلی خوبی توش زده شده. ببینید اینجا، حالا برسیم بخش گالری ها و اینجا هنر امروز. این نقاشی که دارید میبینید کیوان مهجور هست که نقاش است و برای ماها آدمای آشنایی است. من نمیدونم نسل جدید حالا او رو که الان نزدیک 70 سالگی شده است چقدر میشناسه، ولی به هر حال یک جهان مخصوص به خودش داره که اینجا در این نقاشی‌ها میبینیم که اون هم تو تکرار میشه. این هم در این حال عکس خود آقای مهجور هست، اصفهانی است و الان دیگه یواش یواش وارد مرز 70 سالگی میشه، بهشم نمیاد، ولی هستش. در این حال داریم وقتی خروس غلط میخواند، یه تئاتر خیلی عجیب و غریبی که در باب خشونت هستش و تو روی پرده بود و برداشته شده، اینم این کنارش که اگه بخوام بگم فقط فهرستی چه چیزایی تو این شماره هستش، خودش یه ساعتی وقت میخواد مفصله. خب بریم کارتون آخر رو ببینیم از نعیم تدعیون، نشاط اجتماعی در دستور کار مسئولان. بله، ارباب خودم سامبل بلکم، ارباب خودم ماشین لیموزینا، لیموزینا که میاد دیدین شیشه هاش هم سیاست که اون تو هر کدی رو شما خواد بکنن، بنابراین دیگه ارباب خودم سرتو بالا کن نداره دیگه. بله، ارباب خودم چه شد بالا کن. بله، ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه‌های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو حتما برامون بفرستین. راه‌های تماس رو دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbc شما و یا به آدرس توییتر bbc دیدبان بفرستید. از طرف خودم و آقای بهنود همینجا با شما خدافظی میکنم. تا هفته آینده، شب روزتون خوش.